سلام، خیلی خوش اومدید به کانال داوینچی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو یکم در مورد ابزار معماری که دانشجوهای معماری تهیه می‌کنن یه خورده صحبت کنیم. لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک بذارید و اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید زیر این ویدیو برام کامنت بذارید. یه سری چیزا رو شما 100% نیاز دارید. مثلا یه شابلون مبلمانه که روش اندازه ها رو داره، مقیاس داره، این عدد مقیاس 1/100 شما شابلون رو که میخوای، شابلون 1/100 اینم که یه دونه گونیای 45 درجه است، دو طرف 45 که 90. این یه خوبی که داره، خودش نقالم داره وسطش، دیگه لازم نیست جدا نقاله تهیه کنید. دیگه یه دونه 45 درجه میگیرید که وسطش هم اگه نقاله داشته باشه خیلی بهتره. شما دو تا چیز رو توی یه دونه وسیله هم لازم نیست تعداد بیشتر حمل کنید، همین که خرج اضافه نیست دیگه. گونیا خواهید بخرید دقت کنید که این لبه هاش نپریده باشه، مخصوصا این 90 درجه. بیشترین استفاده ای که کلا توی از گونیا داری همین زاویه 90 شه. وگرنه از گونیای 360 هم داریم، 30 درجه 60 درجه. کاتر هم حتما میخواین، چه برای بریدن کاغذ و مقوا، چه برای ماکت سازی. شما تو معماری نیاز دارید به کاتر خوب. کاتر اولفا خیلی کاترهای خوبیه. کاتر خوب که بگیرید همیشه براتون میمونه دیگه، همیشه میتونید استفاده کنید. خب این کاتر دو مدل تیغه میخوره، یکیش 30 درجه است، یکیش هم 60 درجه. این 60 درجه ها یکیشو در بیارم مقایسه کنیم با هم. این 60 درجه ها خیلی به نظر من جالب نیست چون نوکش شیبش خیلی کمه، برای همین من معمولا از 30 درجه استفاده میکنم، مخصوصا برای ماکت سازی، اونم ماکت سازی با فوم و فوم بورد، چیزایی که قطوره. ببینی الان فرقش واضحه دیگه، اینجا من بهتون نشون بدم، بالاترم میگیرم که ببینید. یعنی این خیلی شیبش بیشتره، دقت رو برای کارهای دقیق و ظریف کاری که دارید خیلی بهتره. این 30 درجه است، این 60 درجه است، این خیلی کار باش راحت تره به نظر من اگه اینو بگیرید بهتره. پس کاتر اولفا با تیغه 30 درجه رو من بذارم کنار، بقیه رو بهتون نشون بدم. یه مدل کاتر دیگه داریم، کاترهای قلمی. این کاترهای خوره کار کردن باهاشون سخته. حالا بعضیا ممکنه که با این کاترها، کاترهای قلمی راحت تر باشن، من نمیگم 100% همینه. خب ولی معمولا با اون کاترها اول کار راحت تره، تا این کنترل بیشتری، اینجوری بگم بهتره، کنترل بیشتری روی این کاتر داریم ما تا روی این کاترهای قلمی و خیلی هم بهتر و راحت تره اینا. اگر دوست داشتید میتونید اینا تهیه کنید. مداد که مداد هاشبه معمولا همه دارن یا اتود دارن، یه مداد سخت میخوایم، مداد هاش 5 که میدونید دیگه هرچی به سمت هاش بیشتر میره سختتر میشه، هرچی به سمت ب میره نرمتر میشه مداد. این مداد رو من فکر کنم یه چند سالیه دارم، خیلی درجه سختیش بالاه و برای وقتی که شما میخواید یه طرحی رو روی کاغذ بندازید و میخواید خیلی کم رنگ باشه و راحت هم پاک بشه، این برای اون کار خیلی به درد میخوره و سعی کنید که جنس خوب تهیه کنید که چون میمونه براتون دیگه، یعنی زود مصرف نمیشه. بعد دیگه پاک کنه اتودی که دیگه همتون بکام داشته باشید، یدکش هم همتون که کوتاه، یدکش هم یکی دوتا همیشه داشته باشید که به مشکل نخورید. پس پاک کن اتودی هم خیلی مهمه، تو جزئیات خیلی کمک میکنه، مخصوصا توی نقشه کشی. دیگه اگر میخواید تمرین خط کنید، شما میتونید هم این مغزی ها، این مغزی های 5 میل گرافیت های 5 میل رو تهیه کنید، همین جوری میتونید باش خط بکشید، هم میتونید یه اتود براش بگیرید. برای تمرین خط چرا میگم خوبه؟ چون اول اینکه ضخیمه و خیلی کج و مابج نمیشه، ضخیمه، خیلی روونه و مصرف کمی داره، یعنی شما میتونید کلی خط با این بکشید که خیلی مصرف نشه این مغزی. این برای بیشتر برای تمرین خطه و چیز ضروری نیست، میتونید اصلا تهیه نکنید. خب مورد بعدی که خیلی کاربرد داره این راپیدا هستن. این راپید یه بار مصرفه، حالا شماره‌های مختلف داره دیگه همه راپیدا. اینم راپید دائمی هستش که راپید روترینگه، باز میشه و اینجا مخزن داره، میتونید توش جوهر بریزید.
اینم جوهرش. اینم جوهرشه. جوهر مخزنش، اینو که جدا میکنید راحت میریزید داخل و اینو استفاده میکنید. طرف کارتون تموم شد، میتونید اینو در بیارید، شستشو بدید، دوباره میتونید ازش استفاده کنید. یه چیزی ماندگاره، شماره های مختلف داره دوباره مثل اینا، ولی خب هزینهشون زیاده دیگه. منم توصیه نمی کنم بگید، چون یه کمی کار باهاش سخته، چون که سخت که نه، یه جورایی متفاوته، چون که نوکش فلزیه ولی نوک اینا نوک نمدی داره، یه حالت مشکی اگه ببینید اینجا نوکش نمدیه، خیلی راحت تر و کار باش آشناتره. در هر صورت شما هر کدوم که دوست داشته باشید تهیه کنید، اینا قیمت خیلی پایین تری داره. اگه درست یادم باشه برند یونیبالش مال برند یونیبال مال ژاپن بوده که ما هم استفاده میکردیم، خیلی جنس خوبی داشته. شما میتونید اینو تهیه کنید، اینو به نظر من استفاده نکنید، یعنی تهیه نکنید چون ارزش قیمتش رو نداره به نظر من. و مورد بعدی این که بیشتر برای نقشه کشی استفاده میشه، و این نکته رو بگم چه از این مدل چه از مدل یه بار مصرفش استفاده میکنی. یه بار مصرف که میگم منظورم که جوهرش تمام شد دیگه میندازی دور دیگه، روی این حساب دیگه بخواید استفاده کنی اینجوری نگیرین. برای راندو کردن یا کارهای دیگه میتونید اینطوری بگیرید، ولی برای نقشه کشی حتما باید عمود بگیرید، نزدیکترین حالت به عمود که بتونید اون قطر اصلیش رو استفاده کنید. وقتی کج میگیرین این الان مثلا یه دهمه یه دهم نمیشه، یه خورده کم و زیاد میشه، ولی وقتی عمود بگیرید فشار متوسطی بهش وارد کنید همون یه دهم میکشه، کم و زیاد نمیکشه. نه خیلی سفت بگیرید نه خیلی شل. خب اینم از این دوتا. یه موردی که خیلی برای راندو استفاده میشه دوباره همون راپیدای یه ما مصرفه، و این خودنویسا. خودنویس خیلی به صرفه تره نسبت به راپید، چون هر وقت که تمام شما یه بار این تهیه میکنید، هر وقت تمام شد میتونید از این جوهرهای بهش جوهر فشنگی هم میگم فکر کنم. خب این سایز کوچیکش، سایز بزرگش هم داره، شما اینا تعویض میکنید و راحت استفاده میکنید. این هم سایز بزرگشه، ولی این یه بدی داره این خودنویسا، اینکه یه خورده اولش وقتی که درو باز میکنید باید استفاده کنید، همون لحظه نمیتونید استفاده کنید، یک کوچولو باید صبر کنید، شاید 5 ثانیه 10 ثانیه، یه خورده کم و زیاد. تو خودنویسای مختلف فرق میکنه، یکم طول میکشه، خلاصه یکم دیلی داره که بتونید از اون جوهرش استفاده کنید. بدیش اینه، ولی خوبیش اینه که خیلی به صرف است و خیلی هم روون و راحته. حالا بین اینا من 3 تا خودنویس دارم، اینا که خودم یعنی استفاده کردم میدونم، مارک های دیگر رو نمیدونم، شاید خیلی مارک های بهتری هم باشه ولی من از اینا استفاده کردم. به ترتیب به نظر من این از همشون بهتر بوده، اینا که من استفاده کردم. این مارک پرزیدنت، بعد این خوبه، ملودیه، مارک ملودیه، اینم مارک هنساس. از این خیلی راضی نیستم راستش، یه خورده مشکل دارم با این، ولی این دوتا خوب بوده، ولی با این پرزیدنت خیلی راحت بودم. خب شما میتونید یا از اون چیزای فشنگی استفاده کنید، جوهرای فشنگی توی خودشون اینا رو که وقتی تهیه میکنید، یه دونه مخزن هم هست همیشه، ولی من از این مخزن ها زیاد استفاده نمیکنم چون اکثرا نشتی دارن. اگر خواستید که توی استفاده کنید، ولی خب اکثرا میگم نشتی دارن، شما اینو میذارید داخل مثل همون مخزنای فشنگی، این سر قلم وارد جوهر میکنید و این قسمت آروم میکشید بالا، این سرنگ این پر میشه از جوهر، ولی سعی کنید از این استفاده نکنید چون میگم اکثرا نشتی دارن. خب پس اگه تمام شد چیکار میکنیم؟ یا از این استفاده میکنیم یا از جوهر. حالا اگه خواستیم جوهر استفاده کنیم چی؟ اون مخزن که میگیم نشتی داره. من اینا رو وقتی که تمام شد نگهشون میدارم، یکیشونو نگه میدارم، دو سه قطره آب توش میریزم، یه تکون میدم میریزم دور، این تمیز میشه. خب قسمتای خشکش جدا میشه. بعد اگر خواستم جوهر بریزم توی این میریزم دیگه، تو اون مخزن نمیریزم چون این نشتی نداره، این فیته کاملا اندازه است. و از این جوهرهای خودنویس یا خوشنویسی، جوهر خود خودنویس خیلی بهتره، از این استفاده میکنم، با سرنگ میریزم داخل این و اینجا جا میزنم خیلی راحت.
ولی بهترین کار اینه که از همین جوهرهای فشنگی یه بار مصرفا بگیرید و عوضش کنید. قیمت آنچنانی نداره، میگم این خیلی به صرف است نسبت به راپید. ولی مشکل اصلیش همون که خود چند ثانیه دیلیه که داره، وگرنه مشکل خاصی نداره. پس این خیلی به صرفه تره. البته برای نقشه کشی به درد نمیخوره، فقط برای راندو و کارهای دیگه، کارهای روزمره دیگه. خب اینم که جوهر خودنویس بود، بذاریم کنار. خب من شابلونا رو گفتم، اینو یادم رفت بهتون بگم. اینم شابلون حروف و اعداده که برای شیت بندی به نظر من خیلی به درد میخوره، یا کارهایی که میخواین دقیق باشه و حروف، البته این حروف انگلیسیشه، حروف فارسی هم اینجا معلومه، حروف فارسی هم داره، میتونی از اونها استفاده کنی. از اینا استفاده میکنی، میتونی با ماژیک، با مداد، میتونی با هرچی استفاده کنی و بکشید. این شابلون خیلی کاربردیه، مثل همون شابلون یک به صد. دیگه ما اشل داریم اینجا، اشل همونجور که اکثرا میدونید برای مقیاسشه که خیلی استفاده میشه دیگه. مقیاس های مختلف داره تو هر قسمت، شما میتونید ازش استفاده کنید. مقیاسش 1/50، 1/500 که زیاد 1/50ش بیشتر استفاده میشه، 1/25، 1/250، 1/250 هم، یا 1/200 بیشتر 1/200 استفاده میشه. 1/20 ممکنه برای جزئیات، چیزایی که میخواین خیلی بزرگتر باشه استفاده کنین، جزئیات داشته باشه دیگه. 1/10 و 1/100، 1/100، 1/50، 1/200 و 1/20 اینا معمولا استفاده میشه. خب این کارتون رو یه خورده راحت میکنه، ممکنه از اولش یه خورده گیج بشید، ولی میتونید اصلا تهیه نکنید، چون با همین خطکش معمولا میتونید استفاده کنید. اگر بدونید که به ازای هر مقدار توی دنیای واقعی چند سانتیمتر، چند میلیمتر باید با خطکش خط بکشید. خطکشی که تهیه میکنید مهم نیست طولش چقدر باشه، البته خیلی مهم نیست، یه خطکش متوسط بگیرید که بتونید همه جوره ازش استفاده کنید. مهمترین قسمت خطکش گرفتن اینه که حتما شفاف باشه، شفاف و بیرنگ باشه که بتونید خطای زیرش رو ببینید، خطایی که کنارشه، خطایی که پشتشه، بتونید راحت ببینید فاصله ها و مسیرها رو بتونید راحت تشخیص بدید. یه مورد دیگه این خطکش های موازی کش هست. قبلا فکر کنم یه بار بهتون گفته بودم اینا چون که غلتک داره، اینجا درجه داره که به سانتی متر میتونید به مقدار که لازم داری شما حرکتش بدید. موازی حرکت میکنه اینا، برای وقتی که میخواین چیزای خطای موازی بکشین خیلی خوبه. مثلا پلان میخواین بکشین، نقشه میخواین بکشین، البته برای نقشه و پلان خیلی مناسب نیست، چون که معمولا یه مقدار کمی اینا خطا داره و یه مسیر طولانی وقتی که حرکت میکنه این درصد خطاش بیشتر میشه. اگه نقشه خیلی دقیقی میخواید از این استفاده نکنید، از همون خطکش های معمولی استفاده کنید. ولی برای کارهای عادی یا پرسپکتیو خیلی کاربرد داره، میتونید استفاده کنید، خیلی کار راحت‌تر و سریع‌تر میکنه. پرسپکتیو ایزومتریک اگه میخواید بکشید، اگه میخواید راندو کنید و راندوهای خطی دارید، میتونید از این استفاده کنید. به دقت کنید که حتما این غلتکه روون باشه، برجستگی، فرو رفتگی نداشته باشه این قسمت‌ها، چون که اینا کیفیت کار پایین میاره. حتما وقتی میخواین که خطکش موازی کش یا تی رول تهیه کنید، اجازه بگیرید که این قسمت رو چک کنید. این قسمت های غلطک باید صاف و بدون برجستگی و فرو رفتگی باشه. یه خورده روی میز یا سطحی حرکتش بدین که بفهمید درست کار میکنه یا نه. اگه درست کار نمیکنه کیفیت مناسبی نداره و اونو نگیرید، چون که به دردتون نمیخوره. ما این زمانی میرسه که میخواییم برای شیتمون یه فونتی بنویسیم، حالا اسم خودمون، اسم کار، اسم استاد، هرچی، جزئیات، دیتیل، و میخواییم یه خورده بزرگتر باشه، سایز بزرگتر باشه، یا باید از قلمو استفاده کنیم یا باید از ماژیک و قلمو استفاده کنیم، ماژیکای راندوی معمولی، یا از قلمو استفاده کنیم، قلمو و رنگ، قلموهای تخت، یا اینکه میتونید از این قلمای خوشنویسی استفاده کنید و نوکش هم میتونید هر جوری که خواستین بتراشین. من یه خورده سافت‌ترش میکنم معمولا. میتونید از این استفاده کنید و اون فونتی که میخواین رو بنویسین، حالا چه فارسی باشه چه انگلیسی باشه، میتونید فونت‌های مختلف رو بنویسین. من با این راحت ترم، من چون اکثرا هم فرم گوتیک مینویسم، این چون خوشگل‌تر میشه، البته برای انگلیسی. البته برای فونت فارسی یه مدل هست که توی کانال گذاشتم، لینکشو براتون بالا میذارم،
میتونید اونو ببینید. و مرکب خوشنویسی، این دوتا رو با هم استفاده میکنم. حالا رنگ‌های مختلفش رو میتونید شما تهیه کنید، هر کدوم که دوست داشتید. خیلی ساده، خیلی ارزون، خب ماجیک گرونه، قلمو و رنگ هم آنچنان گرون نیست و اگر تمیز کار کنید خیلی قشنگ میشه، ولی من با اینا هم خیلی راحت ترم، هم که خیلی ارزونه. ترجیح من چیزیه که هم ارزون باشه هم کیفیت کار خوب باشه. علاوه بر این شما اگه راحت نیستین که هی از مرکب و جوهر استفاده کنید، میتونید از این قلمای پارالل پایلوت استفاده کنید. البته فکر کنم الان که خورده کم باشه تو بازار، یه جورایی مثل این راپیدای دائمی هستن که توش جوهر میریزیم و استفاده میکنیم. اما خب این خیلی گرون بود، ارزش خرید نداشته، یعنی توجیه اقتصادی نداره که اینو بگیریم، ولی این آنچنان گرون نیست. نهایتا فکر کنم الان 40,000 تومان شده باشه اگه بالاتر نرفته باشه، تو این تاریخی که ویدیو رو گذاشتم. خب نو باز کنم، دقیقا مثل همونه دیگه، مثل خودنویسی هستن. یه دونه از همین فشنگی ها داره. حالا اگه تمام شد دوباره میتونید یه شستشو بدین، توش هر جوهری که دوست داشتین بریزین، از جوهر خودنویس میتونید استفاده کنید. خب اینو میبندیم. قلم های پارالل پایلوت معمولا سر تخت دارن، یه خورده انحنا داره قلم های ایرانی. خب این سر تخت داره، میتونید ازش استفاده کنید و بنویسید. شماره های مختلف داره، فکر کنم تا شماره 4 یا 5 داره. این که میبینید این پهنا 3.8 خب میتونید با این بنویسید که این دیگه مثل این قلم معمولی ها نیاز نداره که هی بزنیدش توی جوهر، خودش مخزن جوهر داره دیگه. بعد این هم پکشه، پکشو که وقتی میگیرین ببینید، پکشو که تهیه میکنید دوتا کارتریج جوهر داره، دوتا مخزن داره. این برای شستشوشه، جایی که مخزن رو گذاشتین مخزن رو در میارین، این وارد قسمت مخزنش میکنید، سر قلم رو وارد آب میکنید و این رو این قطره چکان هی باش بازی میکنید که آب بره برگرده و تمیزش کنه. بعد یه چیزی حالت تلق داره تو خود پکش، میتونید بذارید این لا بین نوک قلم، یه درزی داره اینجا میذارید، یه خورده حرکت میدید و این تمیز میشه. اینم از این چیزایی که توش هست. یه سرمشق هم تو خود حالت کاتالوگش داره که بهتون بگم اینجا. اینم کاتالوگشه، ببین اینجا سه مدل سرمشق رو براتون گذاشته. اینم بالاتر بگیرم، سه مدل سرمشقه، ایتالیایی، رومی و گوتیکه. اینا میتونید از اینا استفاده کنید، حروف کوچیک و بزرگش رو نوشته، گفته اول چجوری حرکت کنید و اینا، و میتونید ازش استفاده کنید و خیلی تمیز در میاد. و یه سری توضیحات اینجا داده که میتونید تمرین کنید، میتونید فرمای مختلف خط بکشین. اینجا هم گفته که سایز 1.5 میلیمتر، 2.4، 3.8 و 6 میلیمتر. و مهمترین و گرونترین قسمت کار، میرسیم به این ماجیک های راندو. خب ماجیک راندو الان به نظر من خیلی گرون شده و بهتره که با یه سری چیزهای دیگه آدم راندو کنه تا با این ماجیک ها، چون خیلی هم سریع خشک میشه بعد چند تا کار، و یا باید یه چیزی بهش اضافه کنید، چیز مثل الکل بهش اضافه کنید، یا رنگ های یدکی که کم گیر میاد و گرونه بهش اضافه کنید و خیلی دردسر داره دیگه. کلا باید تهیه کنید. شما برای هر رنگ فکر کنم حداقل 50,000 تا 70,000 تومان باید پول بدید برای این ماجیک ها. هر کدوم قیمت خودش داره. حالا این ماجیک های کیو کالر یه خورده قیمتش پایین تره، این ماجیک های تاچ بیشتره، ولی اکثر اینا الان دیگه اکثرشون تقلبیه و ارزش خرید آنچنانی نداره، چون خیلی هم گرونه. هر رنگی که بخواید شما باید کلی پول هزینه کنید. برای همین میتونید که تعداد ماجیکاتون رو محدود کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه دونه ماجیک مشی که به نظر من شما حتما میخواید برای سایه ها اصلا واجبه، خب شما میتونید ماجیک مشکی تهیه کنید، یا اگه باز میخواید ارزون تر بیفته ماجیک های معمولی مثل ماجیک وایت بورد، ولی دائمی شه، وایت بوردشو نگیرید، با نوک پهنش بگیرید
کیفیت اینو نداره ولی میتونید کارتون رو در بیارید. تو نظر من یه دونه ماژیک راندوی مشکی حتما داشته باشید. دو تا دیگه هم میتونید به انتخاب خودتون داشته باشید. معمولا چون تعداد ماژیک کمه کار خیلی یک دست میشه. شما میتونید از ماژیک‌های نسبتاً با رنگ جیغ مثل قرمز یا نارنجی، نارنجی رو من شخصا خیلی دوست دارم چون ترکیبش با مشک و کارهای تیره خیلی خوب میشه. شما یه سایه با مشکی میزنید، یه قسمت‌های خیلی کمی رو از این استفاده میکنید، پس در نتیجه خیلی مصرفتون تو این کم میشه. حالا قرمز یا نارنجی مصرفتون خیلی کم میشه و کارتون هم خیلی جلوه خوبی پیدا میکنه. و به نظرم یه ماژیک آبی هم نیاز دارید برای پنجره، خط آسمان یا نمیدونم آب یا هر چیزی. خب اختیاریه. به نظر من مشکی رو حتما لازم دارید که بگیرید. این دوتا اختیاری، میتونید تهیه کنید میتونید تهیه نکنید، ولی میتونید با همین ستا خیلی کار قشنگی تحویل بدید. این از این ستا. بازم همه این چیزهایی که تا الان گفتم و باید ببینید استاداتون چی بهتون میگن. اینا یه چیزاییه که من سعی میکنم حد اقلیشو بگم، انتخاباتونو بگم، بگم حد اقلیش هم چی هستش. یعنی لازم نیست خیلی چیزای آنچنانی و همه چیز تکمیل باشه تهیه کنید. اگر شما حوصله استفاده از آبرنگ رو دارید، آبرنگ فوق العاده به صرف است، خیلی افکت های خوبی میتونه بهتون بده برای راندو. میتونید این تهیه کنید، خیلی به صرف است نسبت به تعداد رنگایی که بهتون میده، اون افکت قشنگی که بهتون میده نسبت به ماژیک خیلی ارزون تره. ولی خیلی کار باش سخته، خیلی وسایل میخواد، خیلی حوصله میخواد، باید خشک بشه. اگه کاغذ مخصوصش رو بخواید بگیرید، مقوا های مخصوصش رو بخواید بگیرید، خب خیلی گرون تر میشه. رو حساب درد سرش من آبرنگ رو توصیه نمی کنم. اگر وقت، زمان و حوصله دارید میتونید از آبرنگ استفاده کنید، ولی به نظر من از آبرنگ استفاده نکنید بهتره. اینم مدل کوچیکترشه ولی تعداد تنوع رنگ بیشتره. این دوتا رو من استفاده کردم، دوتا مدل رو خیلی راضی بودم. این پلیکان هستش، اینم آبرنگ آقامیریه که آبرنگ آقامیری هم خیلی استفاده میشه، ولی در کل به نظرم استفاده نکنید. اما سه تا ماژیک به نظرم خیلی خوبه، کار خوبی هم در میاد. و میرسیم به مداد رنگی. یعنی مداد رنگی از همه اینا به صرفه تره، کار باش خیلی راحت تره، ولی اون کیفیت خیلی خوبی که شما از ماژیک بگیرید و نمیتونید از این بگیرید، ولی خیلی باز کار راه اندازه و خوبه. یعنی شما حتی اگر ماژیک هم استفاده میکنید یکم کنارش بخواید مداد رنگی استفاده کنید خیلی کارتون خوب میشه. یا یه سری جاها ممکنه که اون ماژیک به اون رنگی که میخواید رو نداشته باشید، یه خورده تیر روشنش میخواید بکنید، میتونید از همون تون رنگی ماژیکتون توی مداد رنگی استفاده کنید. مداد رنگی هم شما میتونید از حتی 6 رنگ استفاده کنید، 12 رنگ یا 24 رنگ یا بیشتر، فرقی نداره، هر چی خودتون دوست دارید. ولی به نظر من 6 رنگ و 12 رنگش هم کافیه، لازم نیست برید چیز عجیب غریب بگیرید، همین 6 رنگ و 12 رنگ، چون خود همینا هم که اگر آروم و با حوصله کار کنید میتونید با هم ترکیب کنید رنگاشو، کلی ترکیب رنگی زیادی میتونید از این به دست بیارید. خب این مدل 6 رنگش مدل دایناسوره، این که آریاس، آریام خیلی مداد رنگی خوبیه، حتما لازم نیست برید فابر کاستل بخرید یا نمیدونم حتی برید مثلا مدادای پولیکروم بگیرید. خب مداد رنگی پولیکروم خیلی کیفیت بالایی داره، ولی خب قیمت بالایی هم داره دیگه، توجیهی نداره. خب اینم که دوباره الیگیتوره، اینا کیفیت‌های خوبی داره، من قبلا از اینا استفاده کردم. مداد رنگی خوبی که داره، شما میتونید مدت زمان طولانی ازش استفاده کنید نسبتا، اگر جنس چوبش خوب باشه. اگر جنس چوبش خوب نباشه مثل کارهای فیک چینی باشه، هی باید چون بتراشید و دور بریزید و هم نوک میشکنه هم چوب کیفیت خوبی نداره و هی مجبورید بتراشید و با هر چیزی هم نمیتونید بتراشید. رون با تراشای معمولی اگه اونا رو بتراشید همش میشکنه، هیچ کاری نمیتونید بکنید، مگه اینکه با این تراشای رومیزی با اینا چیز کنید بتراشیدشون که نوکش نشکنه، اونم تضمینی نیست. و سعی کنید یه مارکی که قبلا استفاده کردین یا نسبتاً شناخت دارید روش استفاده کنید که این مشکل براتون پیش نیاد. این مارکایی که من قبلا استفاده کردم خوبه،
الیگیتور دایناسور و آریا. البته اینا نمیدونم الان هم همون کیفیت رو داره یا نه، ولی اون که من تایید کردم خیلی خوب بودن. این رنگ ایدل فکر کنم اگه درست تلفظ کنم خیلی کیفیت خوبی داشت. اینو من فکر کنم از دبیرستان یا راهنمایی دارم و خیلی کیفیتش خوب بود. فابرکاستل رو من برای دانشگاه گرفته بودم، خیلی البته استفاده نکردم ازش به جز یه سری رنگای خاص، ولی این فابرکاستل با این مارک یا حتی با این دایناسور شیش رنگ کیفیتشون خیلی فرق نداره، یعنی لازم نیست حتما اینو بگیرید. برای چسب هم میتونید از چسب فوم استفاده کنید، چسب فوم خیلی به کارتون میاد، تو ماکت سازی و کارهای دیگه هم خیلی خوبه. چسب فوم آهو خیلی وقتی ما استفاده میکردیم خیلی کیفیت خوبی داشت، امیدوارم الان داشته باشه. تو از چسب فوم استفاده کنید. مورد دیگه چسب کاغذی، چسب کاغذی به شدت کاربرد داره براتون. توی از چسب کاغذی پایتون استفاده کنید، چسبانگیش خوبه. اگر میخواید که خیلی خوب به چسبه باید با ناخون یا ته خودکار یه قسمت سفت اینو یه خورده فشارش بدید که این خیلی بهتر به چسبه با یه چیزه یه سطح سفت خیلی خوب میچسبه. اما اگر میخواید به کاغذ یه چیزی بزنید یا میخواید به کاغذ رو به میز نور فیکس کنید بچسبونید، خیلی اینو فشارش ندید، یا یه بار یه جا بچسبونید یه جایی مثل همین سطح فلزی که خیلی از قسمت چسبناکش بر نمیداره، بعد اونو بچسبونید به کاغذ و خیلی هم فشار ندید. یا میتونید اگر تو خونه هستید با سشوار وقتی که کارتون تموم شد اینو یه خورده حرارتش بدین، یا با دست یه خورده روش حرارت بدید که اینجوری یه خورده چسبش نرم بشه و بتونید بکنید که کاغذتون آسیب نبینه. ولی با این حال همیشه گوش کنید ببینید استادتون چی بهتون میگه، چون کاری که میخواید تحویل بدید رو استادتون باید تایید کنه دیگه. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون، کامنت فراموشتون نشه. خدا نگهدار.